درود بر شما همراهان کانال خبرچین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. سپاس. چرا شناسنامه ها المثناست؟ همگی شناسنامه هایشان را گم کردند؟ محل تولد خود یا پدرها هم که بیشترشان ایران نیست؟ راز شناسنامه های المثنای کاندیداهای ریاست جمهوری چیست؟ نکته جالب ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شناسنامه های آنان است. شناسنامه هایی که مهر المثنا را می شود روی صفحات اول آن دید. مهر المثنا اگرچه مهری عادی و معمولی است که می تواند روی شناسنامه هر کسی بنشیند، اما وقتی پای کاندیداهای ریاست جمهوری به میان بیاید داستان گونه دیگر می شود. چهره هایی که به ستاد انتخابات وزارت کشور آمدند تا بخت خود را برای شرکت و پیروزی در انتخابات قلابی ریاست جمهوری آزمایش کنند و مهمترین شباهت بسیاری از آنها مهر المثنا روی شناسنامه هایشان است. مهری که برای هر کدام از این کاندیداها روایت و حکایت متفاوتی دارد. به گزارش حکومتی مجله مهر از این میان تنها علت المثنا بودن شناسنامه محسن رضایی منتشر شده است. وی که نام اصلیش سبزوار رضایی میرقائد است در اوایل انقلاب از چند نام تشکیلاتی و مستعار استفاده کرده است که البته نام محسن معروف ترین و آخرین این نام ها بود و به همین دلیل وی شناسنامه خود را تغییر داد تا نام محسن به جای سبزوار در شناسنامه او ثبت شود. مطابق قوانین سازمان ثبت احوال کشور، صدور شناسنامه المثنا به دلیل فقدان شناسنامه اصلی و با شرایط خاصی امکان پذیر است. از قالیباف و احمدی نژاد تا محسن رضایی و مشایی و غیره، عده‌ای از مشهورترین مدیران سیاسی کشور شناسنامه المثنا دارند. به نظر شما دلیل این پدیده چیست؟ علی لاریجانی در تاریخ 13 خرداد ماه 1336 در شهر نجف عراق به دنیا آمد. او دومین پسر میرزا هاشم آملی از مراجع تقلید و داماد مرتضی مطهری است. علی لاریجانی در سال 1360 وقتی تنها 24 سال سن داشت به عنوان رئیس واحد مرکزی خبر صدا و سیما انتخاب شد. در زمان فعالیت علی لاریجانی در صدا و سیما، شبکه‌های استانی از جمله شبکه رادیویی و تلویزیونی استان قم، رادیو معارف، شبکه قرآن، العالم، الکوثر، شبکه خبر، شبکه‌های جهانی جام جم ساخته شد و سریال‌هایی نظیر ولایت عشق، تنها ترین سردار، مردان آنجلس، مریم مقدس، روشنتر از خاموشی، شیخ بهایی، کیف انگلیسی، شب دهم، در چشم باد و خانه سبز ساخته شد. در سال 71 هنگامی که 35 ساله بود در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پس از استعفای محمد خاتمی یک سال وزیر ارشاد بود تا اینکه سال 72 با حکم رهبری رئیس صدا و سیما شد. علی لاریجانی که به مدت 5 سال یکی از دو نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت بود در شهریور ماه 1384 با حکم رئیس جمهور به دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب گردید. با مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی هدایت پرونده اتمی ایران به عهده او قرار گرفت. صادق لاریجانی زاده 21 اسفند 1339 در نجف عراق، شناخته شده با عنوان صادق آملی لاریجانی یا صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس پیشین دستگاه قوه قضاییه ایران و رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق. همچنین به عنوان فقیه عضو شورای نگهبان است. همچنین از اعضای مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم، چهارم و پنجم است. او یکی از 5 برادر لاریجانی است که مقامات عالی در جمهوری اسلامی ایران داشتند. طی سالهای اخیر لاریجانی‌ها مورد تحریم‌های بین‌المللی و قرارداد تعقیب قرار گرفتند و بر همین اساس صادق لاریجانی به خاطر تحت کیفر خواست بودن از جانب عفو بین‌الملل از کشور خارج نمی‌شود. سید جواد خامنه‌ای زاده 16 آذر 1274 در گذشت 15 تیر 1365 مشهور به سید جواد خامنه‌ای روحانی شیعه ایرانی بود. او پدر سید علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی است. وی
در شهر نجف عراق زاده شد و پس از چند سال زندگی در خامنه و تبریز برای تحصیل علوم دینی به نجف و قم نقل مکان کرد و پس از تکمیل تحصیلات در مشهد سکنا گزید و تا زمان مرگش در 90 سالگی در آن شهر زندگی کرد. سید جواد خامنه ای از ازدواج اولش 3 دختر به نامهای علویه، بتول و فاطمه سلطان دارد. پس از درگذشت همسر اولش با خدیجه میردامادی، دختر هاشم میردامادی نجف آبادی ازدواج کرد که از این ازدواج دارای 4 پسر محمد، علی، هادی و حسن و 1 دختر بدری همسر شیخ علی تهرانی شد. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق پس از پایان مأموریت 6 ساله خود به کشور بازگشته بود و حسن دانایی فر به عنوان سفیر جدید ایران به بغداد اعزام شد. سفیر جدید ایران در عراق همانند سفیر قبلی باز هم از بین اعضای ارشد سپاه پاسداران انتخاب شده و نه از میان دیپلمات‌های وزارت خارجه. دانایی فر که به عنوان سفیر ایران به عراق رفت خود زاده عراق و شهر نجف است. البته این امر فقط مختص دانایی فر نیست. امروزه در بین مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی شمار قابل ملاحظه‌ای از صاحب منصبان ارشد دیده می‌شوند که یا متولد عراق هستند و یا بعضاً درست یا نادرست در افکار عامه مردم ایران به عراقی بودن مشهور هستند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه پیشین ایران نیز متولد نجف است. هاشمی شاهرودی حتی در دوره‌ای سخنگوی مجلس اعلای عراق بود. البته علاوه بر رئیس پیشین مجلس ایران، رئیس مهمترین کمیسیون مجلس ایران یعنی علاءالدین بروجردی نیز از معاودین عراقی به شمار می‌رود. بروجردی در سال‌های گذشته به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از مدافعان رفتار جریان حاکم در ایران در قبال معترضان پس از انتخابات بوده است. ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی تایید کرده که بروجردی از جمله معاودین عراقی است که پس از انقلاب اسلامی از عراق به ایران آمده است. معاودین در فرهنگ سیاسی ایران به کسانی گفته می شوند که توسط حکومت صدام حسین از عراق به ایران اخراج شدند. علاوه بر این معترضان و مخالفان حکومت در ایران معتقدند که محمد رضا نقدی فرمانده بسیج نیز که نقشی اساسی در برخورد با اعتراضات مردمی در سالهای گذشته داشته است عراقی تبار است. محمد رضا نقدی حتی در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان لشکر بدر بود، لشکری که کاملا از عراقی های مقیم ایران تشکیل شده بود. سرتیب محمد رضا نقدی از جمله کسانی است که معتقد است حکومت جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران بلکه برای اداره جهان نیز ایده دارد. کسانی که ایرانی بودن آنها مورد تردید افکار عمومی بوده است طی سالهای اخیر سمت‌های کلیدی و حساسی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشتند و این روند در ماه‌های گذشته تشدید شده است. سید محمد هاشمی شاهرودی زاده 24 مرداد 1327 در نجف عراق، درگذشت 3 دی 1397 در تهران، سیاستمدار ایرانی زاده عراق، از مراجع تقلید شیعه، عضو فقیه شورای نگهبان، نائب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. همچنین وی عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت و رئیس مؤسسه دارالمعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت با حکم علی خامنه ای بود. علاءالدین بروجردی متولد سال 1329 در کشور عراق و شهر نجف است. او یکی از دو نماینده شهرستان بروجرد در مجلس ششم، هفتم، هشتم، نهم و مجلس دهم است. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، نهم و 2 سال اول مجلس دهم بوده است. در اکتبر 2011 وی به جرم اختلاس دستگیر شد، اما با میانجیگری علی لاریجانی پس از 24 ساعت آزاد شد. او اتهامات فساد اداری را رد کرد. وی از هواداران سید علی خامنه ای است. سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.